نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه آماده برای دفاع از حماس. در این بین گروه‌های مختلف عراقی با پیام مشخص هدفگیری مواضع آمریکایی‌ها. فقط در 10 روز و با شدت گرفتن جنگ در غزه، گروه مسلح مقاومت اسلامی در عراق مسئولیت 15 حمله پهپادی و راکتی به پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه را پذیرفته. مسئله‌ای که حالا به یک بحران جدی برای دولت عراق تبدیل شده است. در رابطه با کنترل حملات به پایگاه‌های نظامی در حال حاضر دولت چند اقدام را در نظر گرفته. برخی از این اقدامات سیاسی و برخی دیگر نظامی هستند. در عرصه میدانی هم برنامه‌هایی داریم. امیدوارم در روزهای آینده در رابطه با برنامه‌هایی که دولت برای پایان دادن به این حملات در نظر گرفته به یک نتیجه واحد برسیم. با شروع جنگ غزه، گزارش‌های بسیاری از هشدار واشنگتن به نخست وزیر عراق در راستای کنترل گروه‌های مسلح منتشر شد. اما 2 جلسه پیاپی السودانی با رهبران این گروه‌ها برای عدم حمله به آمریکایی‌ها شکست خورد. به نحوی که اوایل آبان ماه جنبش نجبا تحت حمایت سپاه پاسداران در یک بیانیه حمله به آمریکایی ها را مشروع خواند. من بعید می دانم عراق به طور رسمی نیرو برای حمایت از غزه بفرسته و این اتفاق نخواهد افتاد. بسیار سخته، اما نیروهای مقاومت اسلامی عراق هستند. نیروهای مقاومت بخش از تشکیل دولت عراق نیستند، اما تأثیرشان در تحرکات علیه اسرائیلی ها در جنگ قابل مشاهده است. دقیقا همانند چیزی که در جنگ سوریه و حمایت از دمشق در سالهای قبل اتفاق افتاد. عملت فی دخول المعارك فی مساعدت سوریه فی السنوات السابقه. تکرار موضع عراق در حفظ امنیت نیروهای دیپلماتیک و همزمان راکت پراکنی های شبه نظامیان اختلافی آشکار بین 2 طیف عراقی است که این کشور را مجددا به مرحله بی‌ثباتی و ناامنی بازگردانده. مردم عراق از هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی هیچ نفعی نمی‌برند. ما تازه داریم روی پای خودمان وای می‌ستیم و می‌خواهیم این دسته حملات نظامی به پایان برسه. این حملات رو عراق و زندگی مردم، رو وضعیت اقتصادی و تجارت ما تأثیر می‌ذاره. اختلاف درونی جریان‌های شیعی از یک سو و همزمان سکوت جریان‌های سنی و کرد بیانگر تفاوت دیدگاه عراقی‌ها در مورد جنگ غزه است. جنگی که گرچه مشخص نیست پایانش چه خواهد بود، اما از اکنون صفحه جدیدی به تاریخ روزهای ناامن عراق افزوده. کشوری که مدت هاست به میدان نبرد میان واشنگتن و تهران تبدیل شده است. روسکه صادقی، پاریس.